مردم از غریبه ها ناراضی نیستم. میدونی از چی ناراضی هم؟ از این ناراضی هم که من خانوادم 20 ساله میدونن همچین مشکلی دارم، من حتی اختیار خونه زندگی خودمونم ندارم، یعنی نمیتونم آزاد باشم، هر کاری که دلم بخواد بکنم، بتونم با دوستام رفت آمد داشته باشم. بالاخره من یه آدم هم اجتماعی هم، منو کاری کردن با من هم دولت هم مردم هم جامعه، یا آدم منزوی بشم، نتونم جایی برم کاری بکنم، نتونم اسممو جایی بنویسم، مکانهای عمومی برم، من حتی نمیتونم یه شهر بازی برم. تراجنسی یک اصطلاح برای شناسایی افرادی است که دارای هویت جنسیتی متناقض هستند و یا تطبیق فرهنگی درستی با هویت جسمی خیش ندارند. در واقع تراجنسی فردی است که تشخیص روانی خود فرد از جنسیتش با اندامهای جنسی زمان تولدش متفاوت است. آنها علاقه شدید برای طی کردن مراحل تغییر و پیوستن به جنس مخالف را دارند. این مراحل می تواند شامل هورمون درمانی، تغییر در رفتار اجتماعی، پوشش و یا جراحی تغییر جنسیت باشد. عدم دسترسی به درمان می تواند باعث خودکشی تراجنسی ها شود. من از سن 16 سالگی که اولین بار من یه جورایی به یکی حس پیدا کردم، به یه آقا. این موضوع از نظرت حل شده است که اگه یه خانوم باشی و نتونی بچه دارشی؟ نمیشه گفت دوست ندارم، ولی به امید روزی که این مشکل هم حل شد. تو دوست داری که شناسنامه بگیری یا نگیری؟ شناسنامه بگیرم، با همون اسم اسمی که دوست دارم شناسنامه بگیرم. بعد دوست داری بعدش ازدواج کنی؟ آره، دوست دارم. خب به عنوان یک ترنس چه حرفی داری که دوست داری بقیه بشنون؟ فقط درکمون کنن، همین. برای درک شرایط روحی فرض کنید فردی که ظاهراً مرد است ولی از نظر روحی احساس کاملا زنانه دارد، بدین معنی که با پوشیدن کت و شلوار باعث ناراحتی و بیقراری وی می‌گردد. او شدیداً تمایل به پوشیدن لباس باز و دامن در مهمانی‌ها دارد ولی امکان آن را ندارد. دیگر اینکه او در محل تحصیل و یا کار در بین سایر مردان و رابطه نزدیک با آنها زندگی می کند ولی تمایل شدید جنسی نسبت به آنها دارد، در حالی که از نظر روحی در بین زنان احساس آرامش و راحتی خواهد کرد ولی اجازه روابط نزدیک به آنها را ندارد. چنین شرایطی باعث می گردد فرد دچار اضطراب و اغتشاش در شرایط روحی فرد گردد. بررسی های پزشکی، معاینه فیزیکی و کروموزومی و هورمونی سلامت کامل را نشان می دهد، ولی بررسی های روان پزشکی اضطراب و گاهی افسردگی ناشی از احساس عدم رضایت از جنسیت و انکار جنسیت خود را دارند. نارضایتی جنسی معمولاً باعث مشکلاتی در سازگاری در مدرسه شده و افراد مبتلا مشاقلی پایین تر از سطح هوشی خود دارند. این قشر در جامعه به دلیل عدم حمایت خانواده و قانون و عدم به رسمیت شناختن جنسیت آنها در جمهوری اسلامی ایران دچار سردرگمی و بی‌هویتی هستند. به همین خاطر از خانه و اجتماع افراد طرد شده به شمار می آیند. مترو داشتم می رفتم، سوار مترو شده بودم، پلیس مترو در اومد به من گفتش نذاش وارد بشم، گفت بلیط نذارم بیا اینجا. گفتم چیه؟ گفت تو دختری پسری؟ گفتم آقا فکر نمیکنم به شما ارتباطی داشته باشه، من دارم از وسیله نقلیه استفاده میکنم، چه لزومی داره حالا دختر؟ حالا اصلا جنسیت مهمه؟ من مرد زندار سمت ما میان، جالبیش بر من این. بعد
اگرم مثلا یه جا بخوان مثلا به ما تعرضی بکنن، مثلا چند تا عرضه رو باشه بخوان مثلا ما رو اذیت کنن، اگه ما بریم شکایت کنیم آخرسا ما مقصریم که ما چرا با این پوشش میایم، چرا با این وضعیت میایم، چرا موهات بلنده، تو چرا این شکلی، چرا مثل دخترهایی. نمیگن که مردم باید خودشونو با ما وقفدن، میگن باید تو خودتو با جامعه وقفدی. خیلی جالبه. تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند. هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز، خصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است بهره‌مند گردد. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی، اداری و قضایی یا بین‌المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد. شغلت چیه؟ هم شغلم فعلا دست فروشیه. دست فروشی میکنی که بتونی عمل بکنی و به عشقت برسی. آره؟ آره میدونی چیه؟ میدونم دیگه بهش نمیرسم. رومانتیکه قصه زندگی تو. دیگه وقتی بهش نمیرسم دیگه واقعا همه اینا گذاشتم کنار. خب میگفتی خدا منو اینجوری آفریده، میگفتی من این جسم پسر، جسم اشتباهیه، من روحم دختره، وجودم دختره. باشه شما خب مثلا حالا عاشق شدین، حالا من از شما بپرسم، شاید شدین یا نشدین دیگه. حالا من نمیخوام دل دوربین همه چلو بدم. خب شاید مثلا حالا شده مثلا از اینکه احساستون رو به یکی ابراز کنید به ترسی طرف چندشش بشه، این حس خیلی بده. به خدا آقا شنید قریبه که نیستین، هر روز به فکر خودکشی هم. در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران به غیر از ماده 939 که آن هم در خصوص ارث است، قانونی در این باره وجود ندارد. اما از آنجایی که اصل 167 قانون اساسی میگوید قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدنی بیابد و اگر نیابد به استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمیتواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال قوانین مدنی از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. فقه از جمله منابع حقوق ایران محسوب می شود و بنابراین باید به دنبال پیدا کردن حقوق ترنس ها در قواعد فقهی بود. فرایند تغییر جنسیت با مشکلاتی همراه است، اما بعد از تغییر هم مشکلات حقوقی بسیاری را برای شخص به همراه خواهد داشت. عملت رو که انجام دادیم میخوای بری سمت اون کسی که عاشقش هستی؟ البته اون که دیگه موضوعش جداست. هیچ وقت هم کسی حاضر نمیشه عاشق یکی بشه، با کسی ازدواج کنه که نه باردار میشه نه اینکه قبلش گذشتش پسر بوده. این شکست عشقی که خوردی چقدر برات سنگین بود؟ اونقدی برام سنگین بود که واقعا دیگه همه چی مدام از دست میدم دیگه. چرا همه چی تو از دست میدی؟ چون واقعا خدای خیلی دوستش دارم. وقتی که نگاه جنسیتی کلا تو جامعه ما حذف شد، ما اون موقع شاید کارمون یه خورده راه بیفته و درست بشه. اگه من واقعا از اولا دختر بودم هیچ وقت مثلا همچین اتفاقایی نمی افتاد که اینقدر بخوام زج بکشم. یعنی حاضر بودم همه اینا به جون می خریدم به خدا، ولی اونی که دوستش داشتم پام می موند. تصور کنید وضعیت یک فرد متأهل را که اقدام به تغییر جنسیت داده است. این تغییر چه تأثیری بر اصل ازدواج دارد؟ در قوانین جمهوری اسلامی ایران که بر اساس فقه دینی بنا شده، ازدواج تنها می تواند میان دو جنس مخالف صورت گیرد و به عبارت دیگر اختلاف جنس از جمله ارکان آن است. بنابراین پس از تغییر جنسیت از آنجایی که این رو
ازدواج خود به خود باطل خواهد شد و دیگر نیازی به فسخ نکاح نیست. در بحث عمل جراحی و هزینه ها، اگر این عمل در بیمارستان های دولتی انجام شود، معمولاً بین 5 تا 6 میلیون تومان باید هزینه دریافت شود. اما اگر در کلینیک های خصوصی انجام شود، هزینه‌اش تقریباً بالای 30 تا 40 میلیون تومان می شود. این هزینه عمل تغییر جنسیت است. هزینه جراحی پوستی در کلینیک های خصوصی حدود 8 میلیون تومان است و متاسفانه حمایت دولتی برای آنها تقریباً صفر است و تنها از طرف بهزیستی مبلغ ناچیزی بین 2 تا 5 میلیون به آنها وام پرداخت می کنند که آن هم باید در انتظار یک یا چند سال بمانند. و مشکل دیگر ترنس ها بعد از جراحی، علاوه بر مشکل اجتماعی که قبلاً با یک جنس مخالف زندگی می کردند، بحث داروهای هورمونی است که می بایست مادام العمر آن را مصرف کنند و این داروها با توجه به تحریم ها بسیار گران قیمت و حتی با کمبود دارو مواجه هستند و این هزینه ها به دلیل عدم امنیت شغلی و طرد شدن ها و بیکاری یک هزینه کمرشکن برای این افراد می باشد. دقیقی از ترنس ها نیست، اما شاید در کل 10 سال گذشته 5 تا 6 هزار نفر مجوز عمل جراحی گرفته باشند. مثلا پزشکی قانونی فقط کسانی را در آمار خودش دارد که عمل جراحی کرده باشند. آمار جهانی هم جمعیتی متفاوتی نشان می دهد. طبق یکی از این مطالعات در هر 100 هزار نفر 30 نفر ترنس هستند که با اعتصاب جمعیت 80 میلیونی ایران، تعداد ترانسکشوال ها در کشور ما چیزی حدود 24 هزار نفر تخمین زده می شود. واقعا چون هیچ آینده ای ندارم، دخترشم هیچ آینده ای ندارم. چی حاضر میشه یکی که واقعا باردار نمیشه، یکی که قبلا پسر بوده بگیره، چون پسر بمونم. ازدواج خیلی دوست داری؟ خیلی واقعا دوست دارم. خیلی بچه رو دوست دارم. دوستشم بچه دار باشم.